أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. تا سین، این آیات قرآن و کتاب مبین است، وسیله هدایت و بشارت برای مؤمنان است، آن کسانی که نماز را برپا می دارند و زکات را ادا می کنند و آنان به آخرت یقین دارند. کسانی که به آخرت ایمان ندارند، اعمال بدشان را برای آنان زینت می دهیم به طوری که سرگردان می شوند. آنان کسانی هستند که عذاب بد و دردناک برای آنهاست و آنها در آخرت زیانکارترین مردمند. یقین این قرآن از سوی حکیم و دانایی بر تو القا می شود. خاطر بیاور هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت من آتشی از دور دیدم، همینجا توقف کنید، به زودی خبری از آن برای شما می آورم، یا شعله آتشی تا گرم شوید. هنگامی که نزد آتش آمد ندایی برخاست که مبارک باد آن کس که در آتش است و کسی که در اطراف آن است و منزه است خداوندی که پروردگار جهانیان است. ای موسی، من خداوند عزیز و حکیمم و عصایت را بیفکن. هنگامی که موسی به آن نگاه کرد دید با سرعت همچون ماری به هر سو می دود. ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد. ای موسی، نترس که رسولان در نزد من نمی ترسند، مگر کسی که ستم کند سپس بدی را به نیکی تبدیل نماید، که توبه او را می پذیرم و من آمرزنده مهربانم. و دستت را در گریبانت داخل کن، هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است بیان که عیبی در آن باشد. این در زمره معجزات نهگانه است که تو با آنها به سوی فرعون و قومش فرستاده می شوی. آنان قومی فاسق و طغیانگرند. و هنگامی که آیات روشنی بخش ما به سراغ آنها آمد گفتند این سحریست آشکار، و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند در حالی که در دل به آن یقین داشتند. پس بنگر سرانجام تبهکاران و مفسدان چگونه بود. و ما به داوود و سلیمان دانشی عظیم دادیم و آنان گفتند ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید. سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم، زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده و از هر چیز به ما عطا گردیده، این فضیلت آشکاری است. لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند، آنقدر زیاد بودند که باید توقف می کردند تا به هم ملحق شوند. آنها حرکت کردند تا به سرزمین مورچگان رسیدند. مورچه ای گفت به لانه های خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند، در حالی که نمی فهمند. سلیمان از سخن او تبسمی کرد و خندید و گفت پروردگارا، شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام کن و توفیق ده تا عمل صالحی که موجب رضای توست انجام دهم و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد کن. سلیمان در جستجوی آن پرنده برآمد و گفت چرا هدهد را نمی بینم، یا اینکه او از غایبان است؟
قطعاً او را کیفر شدیدی خواهم داد یا او را ذبح می کنم مگر آنکه دلیل روشنی برای غیبتش برای من بیاورد. چندان درنگ نکرد که هدهد آمد و گفت: من بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نیافتی. من از سرزمین سبا یک خبر قطعی برای تو آورده‌ام. زنی را دیدم که بر آنان حکومت می کند و همه چیز در اختیار دارد و به خصوص تخت عظیمی دارد. او و قومش را دیدم که برای غیر خدا خورشید سجده می کنند و شیطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده و آنها را از راه باز داشته، از این رو هدایت نمی شوند. چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه را در آسمان ها و زمین پنهان است خارج و آشکار می سازد و آنچه را پنهان می دارید یا آشکار می کنید می داند؟ خداوندی که معبودی جز او نیست و پروردگار عرش عظیم است. سلیمان گفت: ما تحقیق می کنیم ببینیم راست گفتی یا از دروغگویان هستی. نامه مرا ببر و بر آنان بیفکن، سپس برگرد و در گوشه ای توقف کن، ببین آنها چه عکس العملی نشان می دهند. ملکه سبا گفت: ای اشراف، نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده. این نامه از سلیمان است و چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان، خطیه من این است که نسبت به من برتری جویی نکنید و به سوی من آیید در حالی که تسلیم حق هستید. سپس گفت: ای اشراف، نظر خود را در این امر مهم به من بازگو کنید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور شما انجام ندادم. گفتند: ما دارای نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم، ولی تصمیم نهایی با توست، ببین چه دستور می دهی. گفت: پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی شوند آن را به فساد و تباهی می کشند و عزیزان آنجا را ذلیل می کنند. آری، کار آنان همین گونه است و من اکنون جنگ را صلاح نمی بینم. هدیه گرانبهایی برای آنان می فرستم تا ببینم فرستادگان من چه خبر می آورند و از این طریق آنها را بیازمایم. هنگامی که فرستاده ملکه سبا نزد سلیمان آمد گفت: می خواهید مرا با مال کمک کنید و فریب دهید؟ آنچه خدا به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است، بلکه شما هستید که به هدیه هایتان خوشحال می شوید. روی آنان بازگرد و اعلام کن با لشکریانی به سراغ آنان می آییم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و آنان را از آن سرزمین آباد با ذلت و خاری بیرون می رانیم. سلیمان گفت: ای بزرگان، کدام یک از شما تخت او را برای من می آورد پیش از آن که به حال تسلیم نزد من آیند؟ افریتی از جن گفت: من آن را نزد تو می آورم پیش از آن که از مجلست برخیزی و من نسبت به این امر توانا و امینم. اما کسی که دانشی از کتاب آسمانی داشت گفت: پیش از آن که چشم بر هم زنی آن را نزد تو خواهم آورد. و هنگامی که سلیمان آن تخت را نزد خود ثابت و پا بر جا دید گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را به جا می آورم یا کفران می کنم، و هر کس شکر کند به نفع خود شکر می کند و هر کس کفران نماید به زیان خیش نموده است، که پروردگار من غنی و کریم است. سلیمان گفت: تخت او را برایش ناشناس سازید، ببینیم آیا متوجه می شود یا از کسانی است که هدایت نخواهند شد. هنگامی که آمد به او گفته شد: آیا تخت تو این گونه است؟ گفت: گویا خود آن است و ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام آورده بودیم. او را آنچه غیر از خدا می پرستید باز داشت، که او ملکه سبا
از قوم کافران بود. به او گفته شد داخل حیات قصر شو. هنگامی که نظر به آن افکند پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کرد تا از آب بگذرد. اما سلیمان گفت این آب نیست بلکه قصری است از بلور صاف. ملکه سبا گفت پروردگارا من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان برای خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم. ما به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدای یگانه را بپرستید. اما آنان به دو گروه تقسیم شدند که به مخاصمه پرداختند. صالح گفت ای قوم من، چرا برای بدی قبل از نیکی عجله می کنید؟ چرا از خداوند تقاضای آمرزش نمی کنید تا شاید مشمول رحمت او شوید؟ آنها گفتند ما تو را و کسانی که با تو هستند به فال بد گرفتیم. صالح گفت فال نیک و بد شما نزد خداست، بلکه شما گروهی هستید فریب خورده. و در آن شهر 9 گروهک بودند که در زمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند. آنها گفتند بیایید قسم یاد کنید به خدا که بر او و خانواده اش شبیخون می زنیم و آنها را به قتل می رسانیم. سپس به ولی دم او می گوییم ما هرگز از هلاکت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق هستیم. آنها نقشه مهمی کشیدند و ما هم نقشه مهمی، در حالی که آنها درک نمی کردند. بنگر عاقبت توطئه آنها چه شد که ما آنها و قومشان همگی را نابود کردیم. این خانه های آنهاست که به خاطر ظلم و ستمشان خالی مانده و در این نشانه روشنی است برای کسانی که آگاهند. و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند نجات دادیم. و لوط را به یاد آور هنگامی که به قومش گفت آیا شما به سراغ کار بسیار زشتی می روید در حالی که نتایج شوم آن را می بینید؟ آیا شما به جای زنان از روی شهوت به سراغ مردان می روید؟ شما قومی نادانید. آنها پاسخی جز این نداشتند که به یکدیگر گفتند خاندان لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید که اینها افرادی پاکدامن هستند. ما او و خانواده اش را نجات دادیم، به جز همسرش که مقدر کردیم جزء باقی ماندگان باشد. سپس بارانی از سنگ بر سر آنها باراندیم و همگی زیر آن مدفون شدند. و چه بد است باران انذار شدگان. بگو حمد مخصوص خداست و سلام بر بندگان برگزیده‌اش. آیا خداوند بهتر است یا بت‌هایی که همتای او قرار می‌دهند؟ آیا بت‌هایی که معبود شما هستند بهترند یا کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده و برای شما از آسمان آبی فرستاد که با آن باغ‌هایی زیبا و سرورانگیز رویاندیم؟ شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانید. آیا معبود دیگری با خداست؟ نه، بلکه آنها گروهی هستند که از روی نادانی مخلوقات را هم تراز پروردگارشان قرار می دهند. یا کسی که زمین را مستقر و آرام قرار داد و میان آن نهرهایی روان ساخت و برای آن کوههای ثابت و پابرجا ایجاد کرد و میان دو دریا مانعی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند. با این حال آیا معبودی با خداست؟ نه، بلکه بیشتر آنان نمی دانند. با کسی که دعای مضطر را اجابت می کند
و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد. آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شوید. یا کسی که شما را در تاریکی های صحرا و دریا هدایت می کند و کسی که بادها را به عنوان بشارت پیش از نزول رحمتش می فرستد. آیا معبودی با خداست؟ خداوند برتر است از آنچه برای او شریک قرار می دهند. یا کسی که آفرینش را آغاز کرد سپس آن را تجدید می کند و کسی که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد. آیا معبودی با خداست؟ بگو دلیلتان را بیاورید اگر راست می گویید. بگو کسانی که در آسمان ها و زمین هستند غیب نمی دانند جز خدا و نمی دانند کی برانگیخته می شوند. آنها مشرکان اطلاع صحیحی درباره آخرت ندارند، بلکه در اصل آن شک دارند، بلکه نسبت به آن نابینایند. و کافران گفتند آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم زنده می شویم و از دل خاک بیرون می آییم؟ وعده است که به ما و پدرانمان از پیش داده شده. اینها همان افسانه های خرافی پیشینیان است. بگو در روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید. از تکذیب و انکار آنان غمگین مباش و سینه‌ات از توطئه آنان تنگ نشود. آنها میگویند این وعده عذاب که به ما میدهید کی خواهد آمد اگر راست میگویید؟ بگو شاید پاره ای از آنچه درباره آن شتاب میکنید نزدیک و در کنار شما باشد. تلمن پروردگار تو نسبت به مردم فضل و رحمت دارد ولی بیشترشان شکر گذار نیستند. پروردگارت آنچه را در سینه هایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند به خوبی می داند و هیچ موجود پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر این که در کتاب مبین در لوح محفوظ و علم بی پایان پروردگار ثبت است. این قرآن اکثر چیزهایی را که بنی اسرائیل در آن اختلاف دارند برای آنان بیان می کند و مایه هدایت و رحمت برای مؤمنان است. پروردگار تو میان آنها در قیامت به حکم خود داوری می کند و اوست قادر دانا. بر خدا توکل کن که تو بر حق آشکار هستی. سلمن تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانی و نمی توانی کران را هنگامی که روی برمی گردانند و پشت می کنند فراخوانی و نیز نمی توانی کوران را از گمراهیشان برهانی. تو فقط می توانی سخن خود را به گوش کسانی برسانی که آماده پذیرش ایمان به آیات ما هستند و در برابر حق تسلیمند. هنگامی که فرمان عذاب آنها رسد و در آستانه رستاخیز قرار گیرند جنبنده ای را از زمین برای آنها خارج می کنیم که با آنان تکلم می کند و می گوید که مردم به آیات ما ایمان نمی آوردند. خاطر آور روزی را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می کردند محشور می کنیم و آنها را نگه می داریم تا به یک دیگر ملحق شوند. تا زمانی که به پای حساب می آیند به آنان می گوید آیا آیات مرا تکذیب کردید و در صدد تحقیق بر نیامدید؟ شما چه اعمالی انجام می دادید؟ در این هنگام فرمان عذاب به خاطر ظلمشان بر آنها واقع می شود و آنها سخنی ندارند که بگویند. آیا ندیدند که ما شب را برای آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشنی بخش؟ در این امور
نشانه های روشنی است برای کسانی که ایمان می آورند. و به خاطر آورید روزی را که در سور دمیده می شود و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند در وحشت فرو می روند، جز کسانی که خدا خواسته و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می شوند. کوه ها را می بینی و آنها را ساکن و جامد می پنداری، در حالی که مانند ابر در حرکتند. این صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن آفریده. او از کارهایی که شما انجام می دهید مسلماً آگاه است. کسانی که کار نیکی انجام دهند پاداشی بهتر از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن روز در امانند. آنها که اعمال بدی انجام دهند به صورت در آتش افکنده می شوند. آیا جزایی جز آنچه عمل می کردید خواهید داشت؟ بگو من مأمورم پروردگار این شهر مقدس مکه را عبادت کنم، همان کسی که این شهر را حرمت بخشیده، در حالی که همه چیز از آن اوست و من مأمورم که از مسلمین باشم و این که قرآن را تلاوت کنم. هر کس هدایت شود به سود خود هدایت شده و هر کس گمراه گردد بگو من فقط از انذار کنندگانم. بگو حمد و ستایش مخصوص ذات خداست، به زودی آیاتش را به شما نشان می دهد تا آن را بشناسید و پروردگار تو از آنچه انجام می دهید غافل نیست.